دستگاه قضایی علاوه بر تبیین هایی که میکنه در عمل خدمت صادقانه انجام بده، مشکلات مردم رو برطرف کنه، مراجعینی که میان با تکریم با اونها برخورد کنه، بسیاری از این شایعات خود به خود از بین میره. رئیس قوه قضاییه مبارزه با فساد را از مسائل مهم دستگاه قضا خواند و تاکید کرد گاهی برخی با افراط و تفریط و ادعای فساد نظاممند سعی در تخریب اعتماد مردم دارند که باید نسبت به این عملکرد آگاه باشند. آیت الله آمالی لاریجانی همچنین با تاکید بر نظارت بر کار قضات و مقابله با فساد درونی در این دستگاه تصریح کرد هیچ اغمازی در قبال فساد افراد در این قوه نخواهد داشت. من امروز به مسئولین دستگاه قضایی عرض میکنم، به رؤسای محترم کل استانها عرض میکنم، شما به زیر مجموع خودتون بگید بنده تصمیم جازم دارم بعد از یه مدتی اسامی افراد قضات و کارکنان متخلف را با تصویرشون در رسانه ها منتشر کنم. این رو بگید، عده ناراحت میشن. من تا به حال صبورم به دلیل این بوده که خانواده هاشون حرمتشون حفظ بشه، ولی متاسفانه با این که ما در طول سال داره برخورد میکنیم بازم تکرار میشه. من فکر میکردم که اگر ما 5 تا قاضی متخلف را منفصل کردیم این بقیه دیگه به هوش میان، ولی اینطور نشده. به زیر مجموعتون بفرمایید ما بعد از یه مدت قلیلی رأی دادگاه را، رأی کمیسیون صلاحیت را منتشر میکنیم با تصویر قاضی و این آرا در رسانه ها. الان بهشون عرض میکنیم فردا نگن عذر بیارن که ما اشتباه کردیم. این اشتباه تاوان بزرگی داره، نمیتونن استعفا بدن برن. رئیس قوه قضاییه همچنین به قضات سفارش کرد در مورد صدور حکم بازداشت‌های موقت و احکام جایگزین حبس دقت نظر بیشتری داشته باشند. مثلا وثیقه صادر میشه، وثیقه رو یه وقتی قرار وثیقه رو صادر میکنن که این طرف نمیتونه وثیقه بیاره، یا قرار بازداشت موقت اصدار میکنن که واقعا لزومی نداره، طرف کسی نیست که فرار بکنه، بیم تبانی هم نیست، خب چرا بازداشت موقت میکنید؟ اون وقت اینم تمدید میشه. یعنی واقعا به نظر میاد بعضی جاها تعدی میشه به حقوق مردم. حالا درسته که در اختیار قاضی است، درست است که به تشخیص قاضی است، ولی خب این قدرت رو ما دادن، ما باید به بهترین وجه در وجه سالم و شرعیش استفاده کنیم. نباید اگر یک کاری میشه که با یک کیفیت بهتری انجام داد، با یک قرار اخفی میشه انجام داد، یا قرار اشدی مصادر کنیم و طرف رو با مشکلاتی مواجه کنیم. برخی از اینها واقعا افراد آبرومندی هن، محترم هن. نفس این که بگن یه آقا رفته چند روز در بازداشت و زندان هست، این برایشون مسئله اساسی است. نسبت به محکومیت هم همینطوره. بحث جایگزین ها، مجازات های جایگزین حبس بحث جدیه.